الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرزين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. یه بحث میخواستیم امشب عرض کنیم که بحث های شب های گذشته مون تقریبا تمام شد. این بحث رو من با این عنوان از من امشب به فرد شام انشالله، حالا اگر خدا مرحمت کرد تمامش میکنه بحث رو انشالله با امید خدا. قرآن یه دعوت میکنند، دعوت میکنه، میگن آقای مردم عالم همه بیاییم حرفای خدا رو گوش بدیم، حرفای پیغمبرمون رو گوش بدیم، حرف گوش بدیم، نه بشنویم فقط، گوش بدیم. حرف گوش دادن معنی عمل کردن بود. وقت یه مقداری تهدید میکنه، تهدید میکنه، دقت کنید اگه نکنه، حرف گوش نده آدم، بعد سرنوشتش سخت مشکله. سوره رعد آیه 18، للذین استجابوا لربهم الحسنى، برای اون کسانی که جواب مثبت میدهند به دعوت پروردگارشان عاقبتی نیکوست. هر که حرف خدا رو گوش میده این عاقبت به خیر میشه، هر که حرف گوش میکنه عاقبت به خیر میشه. والذین لم یستجیبوا، اونا که حرف گوش نمیدن چی؟ اونا که حرف گوش نمیدن یه روزی میرسه پشیمون میشن. لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه، اگر همه اون روز، اگر همه عالم مال اونا باشه، آقا دو برابر باشه، آقا من میگم 100 برابر باشه، عالم مال اوناست، 100 برابر مثل عالم مال اوناست، حاضره بده، لفتدو بهی، اونو حاضره به عنوان فدای خودش بکنه، به عنوان فدیه برای خودش بده برای که نجات پیدا کنه. اما نه، فرض نداره. اولای کلام سوء الحساب، آدم که حرف گوش نکنه گرفتار حساب بد میشه. حساب بد یعنی دیگه چی؟ یعنی ممکن است خدای متعال یکی آدم 10 تا حساب کنه؟ در خوبی بله، یکی آدم 10 تا حساب میکنه، یه وقتی 100 تا حساب میکنن، 100,000 تا حساب میکنن، اصلا بی حسابه در جانب خوبی. اما در جانب بدی یکی یکی. سوء الحساب پس چیه؟ مثالش عرض کردم، یعنی یکی سی آمد خدمت امام، اومده بود شکایت کرده بود، طرف یعنی بدهکار اومده بود شکایت کرد که آقا این خیلی من اذیت میکنه، مثلا فرض کنم امام احضارش کردن، یا مثلا به یه روزی یه مناسبتی خدمت امام رسید، امام فرمودن که چرا این اذیت میکنی؟ آقا من اذیت نمیکنم، حقم میخوام، طلبمو روز قرارش من از این اومدم بگیرم. فرمودم که یه روزی گرفتار میشی، خدای متعالم طلباشو از تو میخواد، دقیق حساب میکنه،
اگه حساب کنه دقیق، هیچ کس نجات پیدا نمی‌کنه. اگه حساب دقیق بکنن آقا، هیچ کس، هیچ کس. این میگن سوء حسابه، نه اینکه مثلا یه دونه شما عمل خدای نکنه عمل بد کردی صد تا حساب می‌کنه، نه نه، دقیقه، یکی یکی، اما حساب دقیق می‌کنن. از حساب دقیق کسی نجات پیدا نمی‌کنه. آقا اگه حرف گوش کن باشی، باهات خوب رفتار می‌کنه، عاقبتت خوب میشه، هر جوری می‌خوای خوب میشه، یعنی به انواع ممکن خوب میشه. اما هر کسی آقا حرف گوش نمیکنه یعنی چی؟ هیچ گوشش بده کار نیست به این حرفا. اینجور داریم میگه هیچ گوشش بده کار نیست. نماز خدا اعتنا نداره، روزه سرش نمیشه، حج نمیدونه چیه، خمس نمیفهمه. همینطور بگیر، دروغ راحته، غیبت حلاله، نمیدونم اینجوری. این آدم یه روزی گرفتار میشه، حاضر همه چیز عالم مال اون باشه، بده نجات بده کنه، امکان نداره. اینو میارن میشونن، ذره ذره حساب میکنن براش، ذره ذره حساب میکنن. بعد اولای که لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم. مأوا یعنی اونجا که آدم میخواد به راحت بشه، بگیره به خوابه. مثلا شما مسافرت رفتید، رفتید یه مسافرخونه خوب گرفتید، بعد از راه درازی که پی کردید، مثلا سختی کشیدید، خسته شدید، میخواید یه دقیقه راحت باشی. این سفر که مشرف بودیم جای همتون خالی، روز اول که رسیدیم نجف، یه از این هتل‌های من عرض کردم 8 ستاره بود، رفتیم زیر این یه فقیر عرب نشسته بود، یه بلندگاه داشت، همتون میخوند، یک ساعت شعر خوند، بعد آهنگ عوض شد، قرآن خوند. دم دروازه وادی السلام بود، هر چند دقیقه یه جنازه می‌بردن. مأوا اینجا مأوا نیست، مأوا جهنمه. خدا پیش نیاره. گفتن آتیشای زمین رو شما حساب کنید، کی تحملش داره؟ امکانم چه آتیشی شوخی نداره، اصلا هیچ نمیشه. خب آتیش جهنم 70 بار خاموش کردن، شد آتیش دنیا و مأواهم جهنم و بئس المآب. این بد گاهواره است. این یه آیه در مورد آدم های حرف گوش کن، حرف گوش نکن. اینجا فرمودن استجیب للذین استجابوا لربهم، اونایی که دعوت الهی رو پذیرفت، گفتن چشم، خب نماز تو بخون چشم، اول وقت بخون چشم. یا آی دوست داریم که آیم اینجا میاد، شاید شبا مثلا بشن، الان هم مثلا باشه. این مکرر منزلشون رفته بودیم، بچه کوچولو داره، مثلا دوتا دختر دو قلو داره، کوچولو، خیلی کوچولو. این از وقتی ما دیدیم بچه ها بغلشن، این حالا مثلا یه ذره بزرگتر بشن که دیگه حرف هم بزنن، همینطور تو دهن این چشمه. این میگه چشم، اون میگه چشم. مثلا خانمش اگه پشتر چشم، خیلی چشم خوب میگه، آدم چشم درست میگه، خیلی میشه. اینجا میفهمم استجیب بود رب بکنم، این هم هرچی گفتم بگین چشم، نه هر کسی. میگه لرب بکن، این خدای شما برای شما ربه.
حالا ما رب و پروردگار معنا میکنیم، پروردگار کمی، یعنی معنای کامل رب نیست. برای ما الان تعدادی توی تفسیر را اون جلد اول نگاه کن، در زیر الحمدلله رب العالمین رب رو میگن المالک المدبر، صاحب این چیز و این شخص، او صاحب همه عالمه، مالک همه عالمه و تدبیر همه عالم هم به دست اوست. او میگه زمین به دور خورشید به چرخه، او گفته نماز بخون، کسی که رب به شماست، مدیریت همه چیز شما به دست اوست، یه دستوراتی فرستاده که مدیریت شماست، فقط اینو آزادت گذاشته. اگه حرف گوش کنی اون حرفایی که اون در مدیریت شما گفته به مقصدت میرسی. ندیدیم آدمی که به مقصد میرسه؟ اگه دیده بودی؟ حالا بازم عرض میکنم استجیبو رب بکن، هر چی فرموده بگی چشم. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، یه روزی خواهد اومد برگشت نداره اون روزا، همه عالم جمع میشیم التماس میکنیم به خدا، دعا میکنیم قیامت نیا ما راحت باشیم. امکان نداره، این امکان نداره. یوم لا مرد له من الله، امکان نداره نیاد. اون یک مالک من ملجع یوم ایزن، اون روز هیچ پناهگاهی نیست. مالک ملجع، مرجع در زبان فارسی هم میگیم، مرجع پناهگاه وجود نداره آقا، برای هیچ کس پناهگاه وجود نداره. مالک من ملجع یوم ایزن، برای شما هیچ پناهگاهی نیست اون روز. و مالک من نکیر، نمیشه شما برید در دادگاه الهی وایسی بگی نه، میگن چرا نماز درست نخونیم؟ نه آقا من نمازم درست خوندم. آقا چرا خمست رو ندادی؟ نه آقا من دادم. نمیشه، امکان نداره. مالکم من نکر، انکار مخارجی کردی، امکان نداره. همش آیه دیگه میگه همش جلوته میانه، هر چی کردی ذره شو میانه، بلدیم دیگه. فمن یعمل مثقال ذره خیره، مثقال یعنی وزن، به وزن یه ذره، هر کسی کار خوب کرده باشه خواهد دید، و هر کس به وزن یک ذره خوب. دعوتی که خدا و پیغمبر میکنه چیه؟ خدای متعال پیغمبرش فرستاده، حرفاشو به وسیله به مردم گفته. این حرفا برای چیه؟ قرآن دو تا حرف میزنه، یکی فرموده که برای حیات آمده، این دعوت برای که شما را به زندگانی برسانند، میگه که ما الان مرده ایم. دوم دعوت، مضمون دوم دعوت، مضمون نجاته، دعوت انبیا برای نجاته. گفتن یه روزی فردا شما در پیش دارید، امکان نداره نیاد، اون روز هیچ پناهگاهی وجود نداره، هیچ پناهگاهی، مگر خودت کار کرده باشی. اگه پناهگاهی برای خودت ساخته باشی هست، اگه با امام حسین یه جوری پیوند کرده باشی، یه جوری پیوند که پناهگاه تو باشد هست، نباشه نیست. لحظه آخره شخص مسلمان مؤمن، یه عمر زن بچه دوست عزیز، خیلی آدم میگن اینا رو میخوای یا اونا رو، چشم باز کن نگاه کن، نگاه میکنه محمد و آل محمد. آمین.
میگن اونا رو میخوای یا اینا رو؟ چشمش منوی اینا یادش میره، هرچه عزیز اینجا داشت یادش میره. خب خونه داره، نمیدونم مثلا فرض کن باغ داره، ماشین داره، مثلا میگن اونا رو میخوای اینا رو میخوای. یه برگه، یه برگه بهشتی که بهش نشون میدن، یه برگشو آدم نمیده آدمو بگیره، یه برگشو با آدم بزنن توی ترازو، یه برگ اون بهشت میخواد، یادش میره. آقا اون که دوست منه میخواد من بعد از این عالم رفتم برم به عنوان دوست نزد اون، با دوستیش خودت درست کرده باشی، با دوستیش آدم درست کرده باشه، پای دوستیش باید وایساده باشه. آدم برای دوستش میگذره از خودش، گذشت میکنه، گذشت نشانه دوستیه. چون مثلا خدای نکرده بچه‌تون سرش درد میگیره، پول پاش میریزین، اصلا قصهش هم نمیخوره. چرا؟ بچه چون عزیزه، بچه عزیز آدم پول پاش میریزه. اگر امام حسین برای آدم عزیزه، براش پول میریزه، براش وقت میذاره، براش تنشو میذاره، خدمت میکنه. اینا همه نشانهای دوستیه. ببینید یه سرز میکنم، مالا یه ذرم تلخه. ما احساس اون گرمای دوستی رو تو دلمون نمیدونم کی هست که بکنه، گرمای دوستی امام حسین رو تو دلش احساس کنه. احساس پس ما چیکار میکنیم؟ ما ادای دوستان رو در میاریم. این مشکل بیشتر ادای دوسته، ادای یک نفر دوست برای دوستش که مصیبت براش پیش اومده، این ناراحته. اگه دوستش مثلا خدای خیلی شده برای اون سیاه میپوشه. اینا علامت عملی دوستیه. اگه آدم پای علامات دوستیه، علامت عملی دوستی بمونه، اون دوستی که واقعیت دوستیه اون تو دلش میاد، اون کار باید آدم باشه بکنه. اگه اون دوستی بیاد، شما هیچ جا گیر نمی کنی، هیچ جا گیر نمی کنی. اون دوستی میبره تا علیین بهشت. اما باش آدم باید کار بکنه تا اون به دست بیاد. برای دوستی خدای تبارک و تعالی که برتره، بیشتر آدم خرج کنه، خرج باید بکنه آدم برای دوستیش. خب اصلا مضمون عرضم داره تموم میشه، مضمون دعوت همه انبیایی که گفتن استجیبوا لربکم، مثلا آیه دیگه انیبوا لربکم، اصلمون به تسلیم آنچه که خدا فرموده بشید. چیه؟ میخوایی راه نجاتته، راه نجات توست. آه راه حیاته. عرض کنم اگه ما مردیم، میگن اونی که اون حیاتی شما الان داری، حیاتش در حد متاسفانه. بزرگان گفتن انسان وقتی به این دنیا میاد، حیاتش حیات حیوانیه، این بالفعل حیات حیوانیه، اما بالقوه میتواند انسان باشه. اونو میگن بیا این حرف رو گوش کنی، اون میشه آدم به حیات انسانی. حیات انسانی توش خواب نداره. یعنی دیگه شما میخوابی، ما میخوابیم چجوریه؟ معمولا هم میگیم مثل مرده افتاده بوده، دارم خیلی خسته باشه میگه مثل مرده افتاده. لزوم نداره آدم خواهش مثل مرده باشه، میشه خواهش میشه زنده باشه. اصحاب پیغمبر منتظر بودن که ایشون مثلا خوابشون ببره، مثلا اصلا سر کوله هم بزنن، با
معلم مدیرتون جوان با معلم مدیر مثلا رفتین اردو، مثلا حالا یه معلم مدیری که جذبه دارن من مثلا میخوان چشم اون نبینیشو مثلا سر کل هم بزنم بازی کنم شروع کنم. خب این طبیعیه. این هم مثلا صدای پیامبر خواب بود مثلا عرض میکنیم خورخور خواب ما داریم میشنویم پیامبر خوابیده فرمود فکر کردی من میخوابم، تنم میخوابه، دلم که نمیخوابه که. این برای هر انسانی ممکن است. بنابراین خوابشن باقی جز زندگیش با خواب ما زندگی رو رفت بیرون دیگه تش محاسبه نمیشه تو این مدت خواب چیکار میکرده بود چی افتاده بود میشه خواب بیاد جز زندگی. حالا چگونه باشه؟ در هر صورت آدم به زندگی میرسد. دعوت انبیا برایش که آدم ها به زندگی برسن. این زندگی نه زندگی کنونیش که من دارم، این زندگی حیوانیش همه دارن، همه موجودات، همه موجودات زنده دارن، حالا یک کمی قوی تر و ضعیف تر دارن. یه حیات برتر وجود دارد. اون حیات برتر حیاتی است که دقت کنید قطع نمیشه، هیچ حادثه آن را قطع نمی کند، هیچ حادثه آن را قطع نمی کند. اون به درد اون برای عالم میخوره، اون زندگی به درد اون برای عالم میخوره. انبیا اومدن برای این هم میگن حرف گوش کنین، آه حرف گوش کنین نتیجهش این است که آدم به زندگی میرسه، اون زندگی میشه ابد. زندگی ابدی مرگ راه ندارد، رنجم راه ندارد، تو اون رنج نمیاد. اونجا خستگی وجود نداره، اوقات تلخی نیست، همه شادمانیه. اولا به اون زندگی برسه که دعوت اصلی هم دعوت هم بیا که گفتن استجیب رو رب بکنم حرف گوش بدین برای که شما نجات پیدا کنید. نجات آقا از چی؟ از همه این چیزهایی که این عالم دامن آدم رو آلوده می کند. اگه خلاصه کنیم همه حرفایی که پیغمبران می زنن دعوت به پاک دامنیه، به پاکیه. آقا این دستورات برای نیست که اگه آدم دستورات عمل کنه به پاکی میرسه. پاکی همون حیاتیست که اونجا عرض کردی. باشه بقیش السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الواصل التي خلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امشب باید به محضر حضرت زینب سلام الله علیها شرف بشویم برای توسل. از این شبا بسیم شدیم. امام مظلوم حضرت مجتبی علیه السلام سال بعد دیگه حضرت مجتبی مثلا علی ظاهر صلح پذیرفتن که حالا خود اینا مفصل بحث داره. برای نجات اصل اسلام امام حسین برای نجات اصل اسلام قیام کرده است. ایشون برای نجات اصل اسلام
یعنی اصل اسلام در خطر بود، همه چیز اسلام، یعنی اسلام نابود شود که ایشون سر کند. اگر سر کند امکان نجات اسلام هست، همونطور که امام حسین اگر قیام کند امکان نجات اسلام هست، وگرنه نیست. خدا میتونه باید دو مرتبه پیغمبر بفرسته در این حده. اگر حضرت مجتبی صلح نمیکرد، خدا میتونه باید دو مرتبه پیغمبر بفرسته. اگر حضرت امام حسین قیام نمیکرد، خدا میتونه باید یه پیغمبر دو مرتبه بفرسته. اینجور، یعنی اینجور اسلام نابود میشد که احتیاج به دوباره پیغمبر فرستادن. خب حالا این که ایشون زیر باره این سر رفته، 10 سال دوران عمر مبارکشون است بعد از سر، چون دوران خلافتشون مثلا اون جنگی که با معاویه کردن به نتیجه نرسید و به سر انجامی تقریبا 6 ماهه، دوران حکومتشون تقریبا 6 ماهه. این را مثلا بگیم چند ماهی هم این جریان سر اتفاق افتاده، حدود 10 سال حضرت مجتبی بازگشت از کوفه که مرکز خلافت بود، بازگشت از کوفه به مدینه و در مدینه مانده. این که گاهی گفته می شود مثلا در حضور ایشان به پدر بزرگوارشون سبلند می کردن، این ظاهرن نیست. تا وقتی که ایشون بود امکان سبلند در شهر مدینه نبود، امکان سبلند بعد از این که حضرت مجتبی وفات کرد، معاویه آمده به مدینه برای اینکه در این شهر سبلن امیرالمومنین رو شروع کنه، بنیان بگذاره. گفتن مشاورانش بهش گفتن که سعد وقاص هست. این سعد وقاص بعد از حضرت مجتبی مسموم شده، اونم به همین دلیل. سعد وقاص هست، اگه سعد پای چون مثلا خلیفه هست، خلیفه میاد امام جمعه میشه دیگه، یعنی امام جمعه معمول شهر به کنار میره، ایشون امامت جماعت جمعه میکند، بعد از امامت جمعه مثلا قبل از امامت خطبه میخونه، در خطبه مثلا میخواد سب بلند کنه، تو میخوای در حضور سعد سب بلند کنی، این بلند میشه از مجلس میره بیرون، اگه رفت از مجلس تو میشکنی دیگه، نمیتونی تو این شهر این کارو بکنی. یا نظر سعد رو جلب کن یا نمیشه. ببینید حضرت مجتبی نبود، بعد از دوران مثلا بعد که حضرت مجتبی علیه السلام شهید شدن، حالا کسی که در این شهر قابل ملاحظه است سعده. اومد سعدو بتونه به دست بگیره، نتونست، نشد. سعدم مسموم شد. 5 نفر مسموم شدن در همین حوالی. یک سعده. خب بعد از سعد میشد. خب باید حسن مشتبه این در حضور ایشون در شهر مدینه که سب بلند نمی کنه. خب اما عالم پر از سب بلند امیر المومنی شده، عالم شده پر از سب بلند. این یکی از عقده هاییست که تو دل مبارک حضرت مجتبی هاست. ذره ذره اینا دارن پیش میرن نسبت به اصل اسلام. یه وقتی مغیره بن شعبه دوست بود، رفیق معاویه بود، هم پالکی بودن. مجلس اومده بود به شهر دمشق، استاندار بود، استاندار کوفه بود، اومده بود به شهر دمشق و شبها در مجلس خصوصی شب نشین معاویه شرکت میکرد. یه شب خلوت شده بود، خودشون دوتا بودن، این اومد یه حرفی بزنه. حالا چرا این حرف رو میخواست بزنه نمیدونیم. گفتش که تو به همه اهدافی که داشتی رسیدی، قدرت میخواستی رسیدی، امپراتور شدی در عالم اسلام، همه عالم اسلام تو مشتی تو هم. این زمان امیرالمومنین استانی استان بود دیگه، شامی استان بود، استان شام از تحت حکومت امیرون بیرون بود، استان دوم همس بود، این استان هم از تحت حکومت امیرون بیرون بود. اسلام نصفه بود، یعنی حکومت همینون نصفه بود،
اما حالا وقتی که امیر المومنین شهید شده و تو به حکومت رسید، تمام عالم اسلام در تحت حکومت تو، امپراتور بزرگ عالم اسلام در تحت حکومت تو، به همه آرزوات رسیدی. حالا این قومخیشای تو بنی هاشم، اونم دیگه هیچی ندارن که برای تو خطری به وجود بیاره، هیچی ندارن. اگه مهربانی به حال اینا بکنی، برات نام نیکی در تاریخ میمانن. یه حرف بد زد، فحش داد به مغیره، بعد گفتش که تو نمیبینی این نام در معزنه ها هر روز 5 بار نام برده میشه؟ نام کیو؟ نام پیامبر. با این نام نام نیک برای کسی نمیمونه. قبل از من میشماره، فلانه بود، فلانه بود، فلانه. اینا خیلی مثلا چه کردن؟ کو؟ نه نامی، نه نشانی. این نام عالم رو پر کرده. من با این نام کار دارم، تا این نام رو دفن نکنه، نام پیامبر رو دفن کنه کار کرده. یعنی اینو با چشم مردم ممکن بود نفهمن که چی داره میکنه، چی کار داره میکنه. از چشم مبارک حضرت مجتبی که مخفی نبود که داره با اصل اسلام چه بلایی بر اصل اسلام پیش میاد. این در همین دوران یک کسانی که ما وقتی تو شرح احوالش نگاه میکنیم اسمشو میذاریم این آدم منافق. اینا وقتی اوضاع میدیدن گریه میکردن. تاریخ نقل کرده که مثلا عبدالله بن عمر، نمیدونم کیک، دو نفرش که حداقل من یادم هست، اینا تواریخ اهل سنت داره، اینا گریه میکنن میگن از اون اسلامی که ما میشناختیم هیچی نمونده. اینا از اون اسلامی که ما میشناختیم هیچی نمونده. اون البته مثلا میگفت شاید یه اذانی بر مأذنه ها مونده که ما میدونیم اذان هم نمونده. یه نماز، نمازم کو؟ این مسئله رو حضرت مجتبی به امام زمان دیگه به کمال میفهمه که چی دارن برسه به اسلام میارن. هیچ کار هم نمیتونه بکنه، هیچ کار نباید بکنه، بکنه بدتر میشه. هیچ کار نباید بکنه. پس ببینید قصه شب و روز هست. بنابراین این که حالا شاعر گفته، شاعرم خیلی نمیدونسته که بر اون حضرت چه گذشته. منم الان فقط یه ذرهشو عرض کردم خدمت شما. حواسم نبود، من فکر کردم امشب توسل باید به حضرت زینب سلام الله علیها پیدا بکنیم و روز زمین فکر کردم اگه توجه داشتم یک کمی اصلا بحثمون رو در این زمینه بیشتر قرار میدونم. در هر صورت این که شاعر میگه که خونه که خورد در همه عمر، حرف درسته. یعنی تمام عمر داشت خون میخورد، هیچ هم نماد بگه، هیچ بروز نمیداد، تحمل باید بکنه. تمام زحمات که جدش و پدرش کشتن در این زمان نابود میشه، ایشون هم هیچ کار نمیتونه بکنه، باید صبر. این جور جیگرش خون بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.